فیلم همیشه قهرمان با بازی رضا بیک ایمانوردی و مرجان محصول سال 1351. داستان فیلم از این قراره که عوامل نائب خان مردی به اسم عباس علی که اجاره خونه عقب موندهش رو پرداخت نکرده از خونه میندازن بیرون. امیر با بازی رضا بیک ایمانوردی فرزند نائب خان جانب عباس علی رو میگیره. امیر تو کافه اعتصام با شیرین با بازی مرجم که خواننده کافه باشه آشنا میشه و متوجه میشه که قاسم قصد داره اونو اقفال کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یا الله خسارت ماشین رو رد کن بیا. آره ببخشینا هر مفلس و فی امانه لا فلوس ماکو که ماکو وای سایارو کجا؟ خیال کردی با بچه طرفی؟ الان تموم ایکره تو پول میکنه فهمیدی؟ نه بابا. آره نه نه آشیرالی. بله خانوم. برو گارسونا رو خبر کن بیا حساب این جوجه رو برسن. این شمایی؟ پس شما مال این کاباره این؟ لابا چه ها دیری رامدم دیریم رامدم درم دمدم دیریم دم میکنیم. چرا من یه چشمه از اون دیری رامدم دادم عثمان بیا دیاله من باز دبا میزنم شما برخ دارشو بایست اون برقه خوشمزگی نکن اصلا بشینی خانم کی رو باید بزنیم ناقص کنی؟ این آقا رو باز بزنیم ناقص کنی؟ آره همین جوجه رو پشت ماشین منو لعه کردی خب خوشکره حساب ما رو رسیدن حالا صورت حسابشو بدیم خدمتتون بده خدمت بابات خدا حافظ خوشگله اخ نکن بیرون میشه گمشا وای وای خوشگله خوش برسر بیورزتون کنن هاشین برین تو کافه تن لشا برین گمشین. فیلم کلام حق محصول سال 1356 راجب نصرالله با بازی رضا بیک ایمانوردیه که یه شب تو جریان فرار از پلیس وارد منزل یه مرد روحانی میشه. حرفای مرد روحانی اونو به خودش میاره و زندگی شرافتمندانه رو در پیش میگیره. آشنایی نصرالله با زنی به اسم بدری با بازی آرام باعث میشه که اون مصمم به تشکیل خانواده و ازدواج بشه تا جایی که همسر سابق بدری از راه میرسه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مطمئنی هم اگه عقدش نکرده چجوری توی خونه با هم زندگی میکنم؟ بدری خانم. بدری حالت چطوره؟ دلت بخواد خوبه؟ از دیدن من جا نخوردی؟ فکرشو میکردم یه رو سر کلت پیدا بشه. وایس ببینم فرمایش اگه فکر میکنی میتونی تو محل آبرو ریزی در بیاری اشتباه میکنی. همچین فکری نکردم فقط میخواستم بپرسم تو که میخواستی شوهر کنی چرا از ما طلاق گرفتی؟ راحت نگرم اگه شوهر با شوهر فرق بکنه از چی؟ بعضی ها فقط اسمشون شوهره هر کی اسمشو روی زن گذاشت که شوهر نمیشه. یه موی گندیده نصرالله به صد تایی مثل تو میارسه. بس دیگه انقدر گندش نکن اون که یه فرش فروش بیشتر نیست. درسته یه فرش فروش انسان با عاطفه با گذشت. تو چند تا مردم میشناسی که بچه یه زن بیوه رو به فرزندی قبول کرده باشه؟ بچه واسه من مهم نیست من خودتو میخوام. وایس ببینم دستتو بکش. دستمو میکشم اما دست از سرت ور نمیدارم. عجب اخلاقی داریم ها. من نگاه میکنم آقا رو که یه دفعه خدمتشو رسیدم. آقا کی باشن؟ نمیدونم. نکن آقا همون شاخ شمشاد هم چه جوره؟ ما خیال میکرد بیا خواهد نه فیلم ظفر داستان زنی به نام فاتی با بازی فروزان رو روایت میکنه که از زادگاهش به تهران میره. کت خدا و مادرش به اون نشانی خان سردار رو میدن. شمس الله ظفر با بازی رضا بیک ایمانوردی راننده خان سردار فاتی رو به خونه سردار میرسونه اما اونها به محض ورودشون با مشکلاتی مواجه میشن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اشرت خانم کوف بخوری؟ چی گفتی؟ هیچی گفتم هنوز چایی دم نکشیدی. لای 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 بو
دروغ چیه؟ یالا با پر پایین ببینم یالا بودو منو میشنستی شمسال زفر؟ چرا کنه؟ تو مثل گاوه پیشونه سفید میمونی، مگه میشه ابرام سرلاخ ناکس کسی نشناسه؟ نشستی؟ نه مرد، تو شدی ریچارد دکتر تنبال فراری، منم شدم مرد یک دست. هر کجا بری دل بدل دنبالت میکنم. یله کلک بکن، از همینجا مستقیمن بفرستش درمان. تو هم زودتر پولا رو رد کن تا ما دست به کار شی. خیلی خب، مگه روغن کرمانشاهی فروختی آجان؟ تو بازم باید پولش بگی. ببین من دست به نخترم، هزار تومان بهت میدم خود ناکسش بزنی. من بزنه؟ بازی ما فرقی نمی کنه، کار ما کتک دادن و پول گرفتنه. دست به کارشو هزار کاسه بگیر. یالا دیر میشه، باشه قبول برم برگشت. وایسا داری در میره، وایسا هزار نون توشه. وایسا نه من شبا داری میکنی، اون یه قرم بود بدی. هزار تومانو بده بینم. باشه بیا این پیش دستش تا پس دستش بلشن. میدونم میدونم پس دستش. یکی منو در بیارم اینجا چسبیده. من منو گول میزنی؟ بابا تم گول میزنم. یا بسن 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 بکن بسن دریا بسن میزنی آمد بسن توی چانه دادم تو چانه. بلند شد یک کل تخم مرغی گامی یلا بیوتر فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بست کسیف بگو بهزاد کجاست؟ حرف بزن خبر برو بایی یالا را یافت یافته با که صحبت بگو پسرمو کجا قایم کردی؟ بگو کجاست؟ وای به حال دیگه یه موثر بچم کمشه بی شرف روزگارت سیاه. وایسا ببینم فرو جان این قطع منو ندو. وایسا کجا داشتی فرار میکنی تون سک؟ صدات در بیاد خفه میکنم. برو خدا من بیشتر تیرم. باشتر شبگرد مرد لالیه که خواننده کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. مامان بذاریشون Kiss
رقابتش. نه